منابع محلی اعلام کردند که شیعیان نیجریه هفتمین سالگرد حمله ارتش این کشور به شیعیان که به جنایت زاریا معروف است را برگزار کردند در آن جنایت وحشیانه دست کم هزار تن از شیعیان که در مراسم عزاداری در شهر زاریا شرکت کرده بودند به شهادت رسیدند گفتنی است نیجریه امسال از فضای مجازی برای زنده کردن یاد و خاطره آن حوادث تلخ استفاده کردند و تعداد زیادی پست، عکس، پوستر، هشتک و دیگر مطالب در این مورد را منتشر کردند و خواهان رسیدگی به پرونده آن جنایت، شناسایی عاملان آن و محاکمه و مجازات آنها شدند تا عدالت برقرار شود. یکی از اصلی ترین انتقادهای موجود عدم دخالت و اقدام محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریه برای تحقیق بررسی و شناسایی عاملان جنایت زاریا بوده که این خود به نوعی پایمال شدن حقوق بشر در این کشور به شمار می رود. نکته تعجب برانگیز در آن جنایت این بود که ارتش نیجریه تعداد کشته شدگان را تنها هفت نفر اعلام کرد اما عکس ها و ویدیوهای موجود و شاهدان عینی اعداد و ارقام دیگری را نشان میداد در همین راستا سرکار خانم چیدی اودین کالو فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری نیجریه طی اظهاراتی در این باره آنچه که بر سر شیعیان در آن روز اتفاق افتاد را جنایت کبرا نامید و گفت امیدوارم مرتکبین آن جنایت هیچگاه در سلامت و امنیت به سر نبرند